امتحان نهایی استرس آورتر میشه، اینش بده. اونجوری بچه در طول سال درسشو میخوند، یه استرس یه روزه تو کنکور داشت دیگه. الان اینجوری از سال بعد دهم جدا، یازدهم جدا، دوازدهم جدا، هی برو امتحان نهایی بده، فکر کنم استرس چند برابر شد. حالا اینا که نیتشون خیر بوده، میخواستن استرسو کم کنن، انشالله که کم بشه. و همین دیگه، پاسخ تشریحیار هم داره جزوتون، هر جام که من لازم بدونم برای بچه های ضعیفتر شروع میکنم یه ویدیوهای آفلاین کوتاه مدت ضبط کردن. تو اون ویدیوهای کوتاه مدت آفلاین هی از هر تمرین، از هر نوع تمرین چند تا دونه حل میکنم که بچه دستش بیاد تمرین رو باید چجوری حل کنه. برای خودم هم تجربه جالبی بود ترم قبل، چون بالاخره ما 25 سال 26 سال تستی برای کنکور درس داده بودیم، الان اینجوری درس دادیم برای امتحان. خیلی چیزا یاد گرفتم در معیت بچه‌ها و همکاری با بچه‌های پرمحبت گروه مرداد، برای من که چالش خوبی بود، امیدوارم شما همین حسو داشته باشید. بعدم اینکه همین، اگه فرمایشی هست بفرمایید. فایل لیسنینگ و اینا هم که بله تو پنل براتون میذارم دیگه، فایلای صوتی که براتون درست کردم متنش و سوالش توی جزوهتون هست، من یه عالم از این فایل صوتی ها میذارم اونجا. سوالای امتحان نهایی آیا داخل جزوه گذاشتم؟ سوالای خود فرمت امتحان نهایی اونا رو جدا براتون میذارم تو پنل، چون بی جهت اگه میذاشتیم اینجا جزوه رو سنگین میکردیم و به خود قیمتش میرفت بالا. سوالا رو میذارم اونجا، بعد میذاریم روی صفحه حل میکنیم با هم دیگه. دیگه چی میخواستم بگم سامی؟ همین، حالا یادم بیاد بعدم میگم. شما اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه من چیزی از قلم انداختم من برم سر درسم. درس و کلاس خوبه دیگه، میگه من صفر صفرم برام خوبه. رفع اشکالم تا اون جلسه های آفلاین سعی میکنم به سوالای رایج جواب بدم. خیلی بستگی به این داره که کلاس چجوریه. من زیاد نمیخوام پرحرفی کنم، ولی تو جلسه سوم سامی زحمت میکشه یه پل برامون باز میکنه، یه نظرسنجی میکنیم، آمار بگیریم ببینیم چجوریه، چند نفر از بچه ها دوازدهمی هن، چند نفر ترمیمی هن، همه اینا رو میسنجیم، سطح کلاس رو میسنجیم، بعد تصمیم میگیریم که نیاز به رفع اشکال داره نداره، سرعتمون چجوری باشه، سطح تمرینامون چجوری باشه الاخر. به خدا اینا رو من نمیدونم، 19.5 نیاز به ترمیم داره، فکر نکنم دیگه، چون برای شروع زود نیست. آرشم فکر کنم اینو اول جواب دادم دیگه، راستش کمی دیرم است، نه اصلا زود نیست. محمد زمان زنده باشی. ایلیا دیدم پیغام تو. کتاب برای خیلی سبز بله قراره بنویسم، منتها ماها مثل شما هی پیگیرین داستانیم، هی یکی میگه مصوبه اینجوری میشه، یکی میگه اونجوری میشه، فایل آماده است، همه چی آماده است، منتظریم ببینیم چجوری. اگه مطمئن باشیم قطعی قراره اجرا بشه و از سالهای بعد، بله کتاب با خیلی سبزم هم در میاد. سرعی یا نه لازم نیست، اونایی که مرداد بودن گفتم ببینیم به عنوان یه آپشنه که بچه ها گفتن بعضی از جلسات عقب افتادیم نزدیک کنکور دی بوده، این داستان ها میتونید اضافه شید، با پشتیبانتون تماس بگیرید. چوب خسته ممنونم از محبتت. کنکور زبان اجازه بدید اینجا بحثشو نکنم. بعد من دیگه کامیاب دیدم چت تو، آره ایشالله، ولی این چه کاری بود کردی؟ کتاب کمک درسی و کلی عرض کردم دیگه. حسین عزیزیان مرسی از محبتت. 195 صفحه است، خودتون یکم فکر کنید 195 صفحه متن و تمرین و پاسخنامه و ایناست، فکر میکنید بازم سوال نیاز داشته باشید؟ بعد منم براتون 10-20 دوره امتحان نهایی هی میذارم رو پنل خورد خورد و ازتون آزمون میگیرم، فکر میکنید بازم نیاز داشته باشید به کتاب کمک درسی؟ من که بعید میدونم. کد اینا رو سامی جان بعدن کدا رو برای بچه‌ها تو پنل میتونی بذاری، سامی براتون کدا رو میذاره تو پنل. آره قطعا کتابی که داری امیررضا جان میتونه مفید باشه. ملیکا ایشالا درستش میکنیم. امیررضا نه، ولی اگه موافقید دیگه بریم. آنیتا ممنونم از محبتت. واژه‌نامه رو رویا جان براتون تو پنل میذارم، از هفته سوم در موردش توضیح میدم که میخوایم چیکار کنیم. خوبی از خودتونه. و اینکه آره بریم آقا، موافقت شروع کنیم؟ من حالا باز اگه یادم بیاد یه سری سوال جواب میدم. آقای دکتر حسینی یک تا برام تعریف میکرد، میگفت توی
همایش یه جایی میگفت خیلی دست بلند کردم برای سوال تو سالن، گفتش که دیدم نمیتونم جواب بدم، گفتم آقا اجازه بدید من یه سری سوال کلی تو ذهنم هست جواب میدم، فکر کنم جواب سوالاتونو میگیرید. گفت اولیو جواب دادم 10 نفر دستشون آوردن پایین، دومیو جواب دادم 5 نفر دستشون آوردن پایین، گفت خلاصه 4 تا سوال جواب دادم دیدم یه نفرم اینجوری دستش بالاست دستا رو پایین نمیاره. گفتم جانم من سوال شما